سلام وقتتون به خیر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون باز هم قسمتی دیگر از برنامه بربال ملائک در یکی از روزهای زوج هفته و بنده در خدمتون هستم همونطور که مستحضرید ما در ابتدای برنامه مدتی است که با حدیثی از یکی از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین شروع میکنیم به همین خاطر از کتاب شریف الخصال اثر گرانسنگ شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه استفاده می کنیم حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند که از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدند که آقا جان فاصله میان حق و باطل چقدره؟ حضرت فرمودند چهار انگشت. بعد از اون دست روی چشمها و گوشهاشون گذاشتند و گفتند که آنچه که با چشمانت میبینی حقه و آنچه که با گوشهایت میشنوی بسیارش باطله در این خصوص با همدیگه صحبتها داریم خواهش میکنم ما رو تا انتهای برنامه دنبال بفرمایید. باز نماز راز و نیاز آمده از گوش کن میشه نوی بانگ از آن انعکاس خوش آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس و یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به دمی دل به خدا به سپاریم به خدا بوش کن. بوش کن. بوش کن. یا تو را بهترین کار تو را بهترین کار تو را بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علما که عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند و دلسوز و پا و نازنین شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام و برنامه از آنگاهی بربال ملائک خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عزیزان اجازه بدین همین ابتدای برنامه آرزوی همیشگی خودم رو مطرح بکنم خداوندا من رو امانتدار خوبی برای این نگاه های پر از مهر و محبت و سخاوتی قرار بده که حساس ترین لحظات روز خودشون رو با من و همکارانم سهیم میشن بله بینندگان عزیز ایام شادی اهل بیت سلام الله علیهم و ایام ولادت سراسر نور و سعادت و میمنت و نورانیت حضرت انسیت الهورا قررت و این المصطفى فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ابتداعا محضر حجت ابن الحسن الاسکری اجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین حضور شما محبین اون حضرت تبریک و تهنیت و شاد باش ارز میکنم دلهاتون حسابی باید چراغونی شده باشه در این ایام و البته ما رو در این روزهای عزیز از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید اسعد الله ایامکم امروز ان الله مثل همیشه تا از آن هنگام همراه شما هستیم خواهش میکنم همراه ما باشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید همچنان انرژی های خودتون رو حفظ بکنید و دل های خودتون رو شاد نگه دارید که ایام شادی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستش ما هم اینجا در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی همه شما عزیزان هستیم و شما رو از دعای خیر خودمون محروم نمی کنیم شما هم دعاگوی ما باشید ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید اما آیاتی رو به اتفاق هم شنیدیم و لذت بردیم مثل همیشه منازل شما عزیزان معطر شد به اطر آیات قرآن کریم و همچنین فضای استودیوی برنامه بربال ملائک هم مزین شد به زینت آیات الهی میخوام ترجمه آیات رو تقدیم نگاه های پر از مهرتون بکنم باشد که رستگار شویم خداوند میفرماید و آن زنی که یوسف در خانهاش بود از او کام خواست و درها را محکم بست و گفت بیا که از آن تو هم یوسف گفت پناه بر خدا او پروردگار من است و جایگاه مرا نیکو داشته است قطعا ستمکاران رستگار نمی شوند. و آن زن آهنگ وی کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او می کرد و وی را می زد و متهم می شد چون این کردیم تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم او از بندگان خالص شده ما بود و آن دو به سوی در از یکدیگر پیشی گرفتند و زن پیراهن وی را از پشت بدرید و در کنار در آقای زن را یافتند زن گفت جزای کسی که قصد بدی به خانواده تو کرده جز این که زندانی یا کیفر درد ناکی شود چه خواهد بود یوسف گفت او از من کام خواست و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از جلو چاک خورده زن راست گفته و او از دروغگویان است و اگر پیراهنش از پشت دریده شده زن دروغ گفته و او از راست گویان است پس چون شوهرش دید پیراهن او از پشت چاک خورده گفت بیشک این از مکر شما زنان است که مکر شما بزرگ است ای یوسف از این پیش آمد درگذر و ای زن تو نیز برای گناه خود استغفار کن که تو از خطاکاران بوده ای و زنانی در شهر گفتند زن عزیز از غلام خود کام میخواهد و سخت دلداده او شده است به راستی ما او را در گمراهی آشکاری میبینیم بله بینندگان عزیز چقدر خوبه در اون بزنگاه های حساسی که ما در معرض امتحان قرار میگیریم خوب بتونیم از پس امتحان بر بیایم و سربلند از عرصه امتحان خارج بشیم همونطور که حضرت یوسف خارج شد از عرصه این امتحان خواهش میکنم برنامه بربال ملائک رو تا لحظات پایانیش دنبال بفرمایید بنده و همکارانم هم به داشتن چنین مخاطبین دلسوز و گرانقدری افتخار میکنیم و میبالیم خب بینندگان عزیز خیلی ممنونم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بروال ملائک رو تماشا و مشاهده میکنید در ابتدای برنامه خدمتون حدیثی رو عرض کردم از امام محمد باقر صلوات الله و سلام و علیه که فرمودن از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدند فاصله بین حق و باطل رو حضرت گفتن چهار انگشته اون چیزی که با چشمانت میبینی حقه و اون چیزهایی که با گوشت میشنوی بسیاریش باطل هستش خب وقتی که امیر به ما توصیه ای میکنن ما باید به روی چشمانمون قرار بدیم چشمگویان اطاعت بکنیم چه روابط خیشاوندی که بر اثر اینکه به شنیده ها اعتماد شده به هم نخورده و چه مشکلاتی که به وجود نیومده کافی است که یکم مطالعه داشته باشیم یا بین دوستان و آشنایان باشیم و داستانهای زندگیشون رو دنبال بکنیم چرا باید ما توجه بکنیم به صحبتهای شخصی که اومده حرفی رو بیاره و یا حرفی رو ببره اولا کار اون شخص یه کار کاملا ناپسنده اگر دیدین که شخصی اومده و داره بده یک شخص دیگری رو پیش شما میگه سریعا اون عدم رغبت خودتون رو نشون بدید تا ترد بشه خود به خود گاهی اوقات میان پیش ما و میگن فلانی پشت سر دیکتری حرف ها زده و به ما گفته که نگو خب این از گفتنش که خیلی بدتره. توجه بکنیم به این نکات ریزی که دارم خدمتون عرض میکنم. اگر شخصی به ما مراجعه کرد و اینگونه داشت در واقع روابط ما رو به هم میزد جلوش رو سریعا بگیریم. قبلا هم عرض کرده بودم خدمتون که یکی از بزرگان ما زمانی که یک شخصی بهش مراجعه کرد که از این کارها بکنه و بهش بگی که فلانی پشت سر این حرف رو زده و اینها به محض اینکه متوجه متوجه شد که داستان از این قراره سریعا بهش گوش زد کرد که فلانی اولا این کار تو خیلی کار ناپسندیه که اومدی حرفی که اون زده به من داری میگی اون جلوی روی خودم این حرف رو نزده و تو داری یک سری چیزهایی که پشت پرده هست رو برای من آشکار میکنی و یک دشمنی رو رقم میزنی نکنین کارو کار رو سانیان، اون شخص در مورد من حرف زده من هم الان تمایلی ندارم به اینکه بشنوم حرفایی که پشت سرم زده شده توسط اون آقا یا خانوم چرا که روابط ما این رابطه‌ای که ب... بین ما هست دچار اختلال میشه خواهش میکنم اصلا به شنیده هاتون اعتماد نکنید و زمانی که یک واقعی رو با چشمانتون دیدید عاقلانه و با منطق در موردش بیندیشید و بعد تصمیم بگیرید امیدوارم که حالا احوال دلتون خوب باشه امروز هم ما انشالله تا از آن هنگام همراه شما هستیم خواهش میکنم همچنان چشم دوزید به این قاب جهانی با هم دیگه خیلی کنیم از تو یک عمر شنیدیم و ندیدی. از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تو را به وسالت نرسیدیم و ندیدیم تو را روزی ما فقرا شربت وصل تو نبود زهر هجر تو چشیدیم و ندیدیم تو را زهر هجر تو چشیدیم و ندیدیم تو را چقدر چله نشستیم و عزادار شدیم چقدر شمع خریدیم و ندیدیم تو را گاهی اندازه یک پرده فقط فاصله بود پرده را نیز کشیدیم و ندیدیم تو را پرده را نیز کشیدیم و ندیدیم تو را سعی کردیم شبی خواب ببینیم تو را سحر از خواب پریدیم و ندیدیم تو را مدتی در پی تو رند و نظر باز شدیم مدتی در پی تو رند و نظر باز شدیم همه را غیر تو دیدیم و ندیدیم تو را ان شاء الله اون روز فرا برسه که ما فقط آقامون رو ببینیم و غیر آقامون رو نبینیم از همه متعلقات دور بشیم تا بتونیم وجود پر از مهر پر از محبت پر از نور آقا و مولا و سرور خودمون رو حس بکنیم لمس بکنیم ان الله دلامون پر میزنه برای اون لحظه‌ای که بنشینیم در کنار آقامون آقامون اون پدر مهربانمون دست بکشن به روی سر ما و ما رو از پیروان خودشون بدونن بینندگان عزیز برنامه از آنگاهی بربال ملائک خواهش میکنم هر جای جهان هستید از هر طریقی چشم دوختید به این قاب جهانی دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر بالا بیارید از خدا بخوایم که بقیه مدت غیبت رو ببخشه به حق مادر آقامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه با هم به نیت ظهور به نیت فرج الله این عزیز و ارجمند شبکه جهانی بیت علیه السلام خیلی خوش آمدید مجددا به برنامه خودتون مجددا ایام ولادت سراسر نور و میمنت و سعادت حضرت انسیت الهورا فاطمه زهرا قررت و این المصطفى رو تبریک و تهنیت و شاد باش ارز میکنم اما عزیزان دوشنبه فرا رسید و باز هم ما مهمان منازل گرم شما شدیم با بحث طب اسلامی کارشناس محترم برنامهمون جناب حکیم رضوی قومی هم در استودیو حضور دارند بدون اصلاف وقت بنادارم که با ایشون همراه بشم تا استفاده کنیم از بیانات و مطالب ارزشمندشون ها آقا سلام علیکم سلام برنام. از الله ایامکم خیلی خوش آمدید سلام در اصلاف اگر سلامی با بینندگان هست بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و شما بینندگان عزیز و بندم از تبریک دارم به مناسبت ایام شادی اهل بیت علیه السلام مخصوصا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که چند روز پیش گذشت ان دل همه شاد باشه ان بیماری نداشته باشیم انشاءالله. که بخواد سوال بپرسه بخواد درمان میشه ان شاء الله شیعه همه شو سالم و سر باشه به با امید خدا اساس من با عزتون میپردازم به مزید. اولین سوال درمان نازایی در طب اسلامی به دنبال جلسه قبلمون و موضوع جلسه قبلمون به صورت مختصر یک توضیح اگر امکانش هست در طب اسلامی بیان بفرم در مورد بحث نازایی خب ما این مقوله مقوله ساده ای نیست بله تو طب جدید که خب طب مدرن اصلا کارگروه خاص خودشو درمانگاه های خاص خودشو جاهایی که متخصص مرکز ناباروری هستن وجود داره که جدایی از بیمارستان ها و درمانگاه هاست و تخصصشون همین امره تو شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و مشهد و قوم اینا هست بله و مثلا تخصصی دارن کار میکنن ولی خب از نظر طب اسلامی ما باید ببینیم مشکل کجاست یه موقع مشکل در مرده یه موقع مشکل در زن هست یه موقع مشکل هر دو طرفه و حالا باید ببینیم مشکلشون چی هستش بله حالا مربوطش. اون مشکل مشخص باید بشه چی هست بله اگر مشخص باشه خب دقیقا درمان رو همون نقطه متمرکز میشه مثلا ضعف اسپرمه کمی تخمکه نمیدونم تنبلی تخمدانه و انواع اقسام مشکلاتی که از کیست فیبرومه بله. شروع کنیم به درمان کردن همون موردی که مشکل داره گاهی از اشخاص میگن آقا ما آزمایش ندادیم هیچ اطلاعی هم نداریم دردی هم نداریم و از این نمونه های که حالا مثلا سنتی قدیم هم بود سر در نمیاریم و اصلا کاری به این چیزا نداریم چند وقت اقدام بارداری کردیم مثلا یه ساله دو ساله ولی خب این اتفاق نیفتاده اکثرا که خب اگه اینطور بشه میرن دنبالش سری آزمایشات و سونوگرافی و سی تی اسکن و از اینجور موارد تا به این نتیجه میرسن و مشخص میشه مشکل از کجاست از مرد یا از زن اونا خب درمان عرض کردم رو همون موردی که مشکل داره ما برای همون مورد دارو تجویز میکنیم ولی در صورت عدم آزمایش ما به صورت کلی یه سری داروها در طب اسلامی وجود داره که بیشتر جنبه تقویتی زیاد کردن تخمک آماده کردن رحم زیاد کردن اسپرم شروع میکنیم به استفاده کردن و تجویز میکنیم یعنی به صورت کلی برای عزیزانی که این سوال براشون به وجود اومده مفید خواهد بود بله این به صورت کلی خیلی که حالا یه بابش تغذیه است بله یه بابش داروه یه بابش هم دعاست در باب دعا که خب تازگی ازش گذشتیم و مطرح کردیم و یکی از اونها یه امتحان هم از شما بگیریم یکی از دعاهایی که خیلی معروف بود و چند بارم بحث شد و در موردش عرض کردیم برای درمان نازایی خاطرتون هست یکی شما مثلا ذهنتون هست من دو تا رو میتونم خدمتتون عرض بکنم یکی سوره آل عمران بود که با زعفران و گلاب فرمودین که نوشته بشه که روایت هم داشتیم که اگر به درختی که سمر نمیده آویزان بشه سمر میده بزنه در واقع نابارور که دیگه جای خود داره یکی هم قرائت سوره مبارکه ان سوره مبارکه قدر بود هنگامی که میخوان اقدام بکنن که البته در مبحث پسردار شدن بحس، بحس. بود که بررسی کردیم میگفته خب مقدمه پسردار شدن فرزنددار شدن هستش بحس. که فرمودین رو به قبله باید خانم خابیده بشه دست راست آقا روی پهلوی سمت راست بود اینه که شما دارید من خودم یادم نیست بله آره ولی از بیستم نمرت بالاتر شد چون من فقط خودم هم اولی تو ذهنم بود <applause> نسبت به تمام مباحث اون در باب تعین جنسیت بله شما مفصل هم بود حالا اینکه می‌بینید من خودم یادم نیست دوباره امروزی که دوستان یه پیام داده بود که آقا اون دعایی که گفتی بله. اون دعا چی بود با اینکه عرض کردیم چطور میتونن دست پیدا کنم؟ و گفتیم تو همه رو که امراحت راحت میتونن برم پیدا کنن اصلا جای دیگه هم نمی‌خوام بگردن فهرست شده لیست شده راحت پیدا میشه ولی خب متاسفانه دوستان کم همتن یه مقداری بعضی ها دوستان از سری آماده باشه پیام میخوام بدن آقا اینو به من بگو سری این چی بود یه عکس بگیر ازش برای ما بفرست من همون اول تو ذهنم بود یعنی در نظرم بود و احسن به شما سلامتش. بسیار خوب و عالی کم و سوره آل امرانه خب این تو باب دعا درمانیشه. بله. بحث درمان نازایی مورد بعدیش که بیایم تو بحث دارو برای مردها یک داروی حضور مقدس امیرالمومنین المومنین هم یک جاب ظاهرا نقل شده اونم تا جایی که تو ذهنمه فکر کنم به صورت شعر این دارو گفته شده حالا یا شاعر مثل شعر در آورده یا خود حضرت اینطور فرمودن احتمال میدم البته حالا این دارو یا داروی دیگه الان یه مقداری مرددم ولی تو ذهنم یه همچین حالی داره که اه... به اسم داروی تینفیله که توی این کتاب داروهامون جلد دو اووردین فرمولشو تلفظ چی بود فیل گیاهه بله یک بذریه تقریبا میشه گفت مثل مثلا عدسی خود کوچیک‌تر حالت مثل قلب سنگ داره نصف بله. عدس حساب بکنید همون رنگی هم هست تقریبا یه مقداری هم داروش کمیابه گرون هم هست ولی خب اسم این دارو رو عزیزان گذاشتن رو کل دارو ترکیبی این گیاه با 7 تا گیاه دیگه ترکیب میشه با اصل ترکیب میشه و مصرف میشه خیلی خوب برای تولید اسپرم خیلی خوب جواب میده برای آقایون برای خانم هم داروهایی هست به نام آمدگی رحم و داروی جرجی رو نمیدونم داروهای دیگه که استفاده میکنن برای زیاد شدن تخمک یا جذب بیشتر تخمک ها نصد اسپر تا اینکه انشالله باروری اتفاق بیفته توی دارو هاست البته بیماری خاص دیگه مثل کیست و فیبروم و واریکوسل و اینا هر کنون درمانه جدای خودش رو داره که دیگه حالا نمیشه واردش بشیم در مورد تغذیم بهترین چیزی ما تجویز می‌کنیم اصل و جل رویاله که حتما هم خانم هم آقا هم قبل از حالا وارد این قضیه بشیم آقا ممنون میشم بگین که اون مواردی که فرمودین رو به چه صورت در چه اوقاتی چند نوبت باید استفاده بکنم مثلا تیم آ این دارو میخور. تمام داروهای به اسلامی که برای انواع اقسام بیماری ها تجویز میشه دستور عمل مصرف داره بله دستور عمل همش من حفظ نیستم چون به صورت چاپ همیشه رو داروا میزنیم و دیگه ذهن خودمون رو آزاد میذاریم استاد به این قضیه ولی جرجیر مثلا برای خانما هفت روز اول پاکیشون باید مصرف بشه هر شب بله تیم قبلم آره تیم فیل هر روز صبح ناشتا باید مصرف بشه بعد مراکب چهاره صبح و شب بعد مصرف دارو داروی کوره که اونم صبح ناشته باید مصرف میشه قابل دسترس هستن اینها آره دابل... قابل دسترس هست توی اشخاصی که کار طب اسلامی میکنن دارو رو معمولا موجود دارن میتونن خیلی دیگه مشکل بشه تو سایت ها پیدا میشه راحت سرس بکنن این دارو میتونن پیدا بکنن و مثلا اساتید اینترنتی سفارش بدن براشون بفرسته بله میفرمایید در باب تغذیه ارز کردیم بهترین چیز اصل و جل رویاله که ما همیشه تو ناباروری ها تجویز میکنیم یعنی هم خانم هم آقا بعد صبح صبح یه آشوب مرب بخوریم اصل و جل رویال که با هم ترکیب شده باشه و هفت دونه سیاه دونه مصرف بکنن فقط نکته ای که داره ما 15 گرم جلو به 250 گرم اصل میزنیم یعنی سی گرم به نیم کیلو <applause> حالا بعضی ها فرمولشون جور دیگه است بعضی ها 10 گرم و 250 گرم میزنن یعنی 20 گرم به نیم کیلو میزنن ولی نه ما 30 گرم به نیم کیلو میزنیم حالا این نحوه ترکیب ژله و بسیار مقویه و بسیار سازنده است برای هر دو طرف خیلی میتونه کمکشون بکنه خوردن حالا عرض کردیم تو بحث ناواروری تو کتاب تغذیه درمانی مباحثش مفصل گذشته اه... که شیر با گوشت پخته بشه خورده بشه اه... تخم مرغ با گوشت خوردنش بسیار مفیده شیر با اصل بعد از اون خوردنش خیلی کمک میکنه برای آقا سویق گندم با روغن زیتون ناشتا خیلی کمکش میکنه برای خانم سویق جو گندم با اصل صبح ناشتا خیلی کمکشون میکنه اینا مواردیه که توی تغذیه میتونن رایست بکنن ازش کمک بگیرن برای اینکه که ای انشالله این اتفاق بیفته انشالله ممنونم از لطف استفاده میکنیم افتخار بنده هم هست بالاخره باب خیلی در برنامه پربال ملائک باز شد ما شاگرد بلا فصل شما در این زمینه هستیم سوال بعدی رو بنده مطرح میکنم خانمی 40 ساله هستم دو کیست سینه شدم ممنون میشم راهکار درمانی بفرمایید ما در مورد کیست ها میگیم من یه نکته کلی بگم تمام کیست ها یکی از دارایی که تو به اسلامی تجویز میشه برای درمانش تباشیر هندیه کبش رندی یک حالا سمغ مانندی هست خیلی خشکم هست و به محض اینکه آسیاب میشه پودر پودر میشه خیلی نرم میشه مثل نشاسته ذرت حالت خیلی نرم داره یه بله. همچین حالی برش اتفاق میفته و اینو نسبت به کیست ها جاهای مختلف با داروهای مختلف تجویز میشه مثلا برای کیست تختان برای کیست رحم برای کیست مثلا زانو برای کیست کلیه کیست دندان بله. هر جایی که این کیست ها رشد بکنن ولی جنسش از جنس, جنس کیست باشه اه. با یک چیزی ترکیب میشه و شروع میکنه به درمان کردن در مورد کیست سینه ما هم روغن مالی با روغن سیادونه رو تجویز بهشون میکنیم هم خوردن تباشیر هندی اه. هر روز روزی یک بار صبح یا شب قبل از خواب یه قاشق غذا خوری تباشیر هندی یه قاشق سرخالی چون خیلی سنگینه اینو به یک استکان آب انیسون میزنن و مصرف میکنن انیسون یک گیاهی حالا میشه گفت یه خود از زیره کوچیکتر یه همچی شکلی داره مثل همین زیره و زنیانه و اینا میبینی شبیه اوناست باید آبگیری بشه؟ نه اینو به این صورت که یک قاشق غذا خوریشو در دو لیوان آب باید بجوشونن هر بار که میخوان مصرف رو کنه این کار باید تکرار میشه بله یه قاشق غذا خوریش تو دو تا لیوان آب جوشونده میشه تا یه لیوان باقی بمونه یعنی یک لیوان کلا باید تبخیر بشه حالا در حین اینکه داره جوشیده میشه میتونن تباشیر هم بشه اضافه کن چون تباشیر حالت تهنشین داره یه مقدار تو جوش بمونه بیشتر حل میشه بله درست اذیتشون میکنه تو خوردن مثل شن میمونه اذیت کننده است چون سمق سمق بسیار خشکه بذار توی این جوش بخوره بیشتر حل میشه حالا از هم شدن اون تهش رو نخوردن هم خیلی مهم نیست تا جایی که میتونن ازش میل بکنن اینو حداقل دو تا چهار هفته با تکرار کنن ان شاء ان ممنونم وجوه. اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود ممنون و متشکرم نگاه های پر از مهر و محبتتون هستم بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم سپاسگزارم از شما که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید همونطور که مستحضر هستید سوالات شما عزیزان رو قرائت میکنیم در خصوص طب اسلامی و راهکارهای درمانی در طب اسلامی و جناب حکیم رضوی قومی هم در استودیو حضور دارم و پاسخ رو از ایشون دریافت میکنیم آقای ضمن عرض سلام مجدد سلام. بنده سوال بعدی رو هم میپرسم از خدمتتون مادر پیری دارم که زانوشون برم کرده آیا ممکنه آب آورده باشه و یا خیر علت و درمان چی هست؟ در مورد ورم زانو که معمولا تو سن بالا اتفاق میفته یه بار عرض کردیم این ورمی که اتفاق میفته اگر یک طرف باشه علامت یک چیزه اگر دو طرف باشه یعنی هر دو پا با هم باشه بله. علامت دیگه ای داره که خب مفصل در صحبت شد ولی اکثرا علت ورم زانو در سن بالا سای دیگه مفاصله میتونه دیگه مثل آرتوروز داشته باشه مثل روماتیست داشته باشه ولی خب اینها خیلیشون منجر به همین میشن یعنی باعث سایدگی مفاصل میشن و اون التهاب از سایدگی و اتصال و ها به هم باعث میشه که پاورم بکنه در بعضی از موارد کیست میتونه باشه که در بخش قبل عرض شد راجعه کیست ها گفتیم شاید مثلا جای مختلف بدن مثلا مثل زانو میتونه ایجاد بشه و ایجاد مشکل بکنه بحث آب آوردن میشه این اتفاق بیفته بعضی ها به خاطر اختلالاتی که تو بدنشون به وجود میاد پا مفاصل یا ریه یا قلب شروع میکنه به جمع شدن آب یک جالت کیسمانندی به وجود میاد و توش آب جمع میشه های مختلفی داره نمیشه بررسی کرد اگر تو سونوگرافی مثلا نشون داده گفتن آقا آب آورده خب یه جور بحث درمان داریم ما از داروهای خوشکننده استفاده میکنیم از ماساژ استفاده میکنیم از بادکش برای جذب آب و خروجش از پوست استفاده میکنیم و هجامت میتونه حتی در یک ناحیه دیگهش میتونه کمکشون بکنه و خیلی از حالا موارد دیگه به صورت خوراکی اگر از سایدگی مفاصل باشه دوباره یه سری روغن های خاص تغذیه و موارد دیگه توی داروها که معمولا حالا من یه دارو معرفی بکنم تو بحث درد مفاصل داروی شیترج که یکی از داروهای طب اسلامی دوباره خیلی کمک میکنه به این موارد و طبق روایت این دارو فرمول اصلیش گرفته شده و ساخته میشه و بسیار موثره هم پمادش وجود داره یعنی پماد شیطرز بهش میگن هم خوراکیش وجود داره که قرص شیطرز بهش میگن اگر هر دو ما هم استفاده بشه یعنی هم خوراکش خورده بشه هم از پمادش استفاده بشه نتیجه خیلی خوبی داره فقط یه نکته ای توی بحث دارو وجود داره که برای اشخاصی که فشار بالا دارن قرص شیطرز یه مقدار فشار بالا میبره اینو باید ملاحظه بکنن یا فشارشون رو با داروی خودشون حالا چه داره سنتی گیاهی یا داروی بله؟ تحت کنترل بگیرن یعنی از کنترلشون خارج نشه تا به مشکل بر نخوره ان سوال بعدیمون به این بحث آخری که فرمودید مربوط هستش درمان فشار خون چیست در طب اسلام در مورد بحث فشار اول اینکه علت‌های بسیار متعددی داره به خاطر همین ما یک نودار فشارم فشار هم تو طب شیمیایی هم نداریم هر شخصی که دوچار فشار میشه نسبت به ریشه اون مشکلش شروع میکنن به دارو دادن در مورد درمان توی طب سنتی که یا طب اسلامی که چه درمانی باید برای شخصی فشار داره اتفاق بیفته معمولا این سری درمان های کلی داریم که باعث کاهش فشار میشن حالا علت هر چی باشه باعث کاهش فشار میشن و به صورت استراری میتونن خیلی کمک بکنن به عزیزان مثل چای ترشه مثل انناب یا اصلش هم اون نابه دم کردش یا بسیارت خام خوردنش کمک میکنه توی کاهش فشارشون پرهیز از مواد غذایی صنعتیه پرهیز از غذای فسفودیه که نمک بسیار زیادی داره اونم هم نمک سنتی همشون استفاده میکنن تغییر نمک صنعتی به نمک طبیعی استفاده از نمک های طبیعی مثل نمک دریا و خب ملاحظه کردن تو بحث تغذیه بسیار کمک میکنه مواد غذایی مثل خیلی غذای چرب و خیلی تند و دارچین به شدت مثلا فشار بالا میبره این بحث پرهیزات غذاییش و ملاحظات غذایی جای خودش از که چای ترش دم کردنش کمک میکنه توی طب اسلامی وقت یک سری داروهایی وجود داره که معروف داروی فشار فشار بالا استفاده میشه و مورد بعدی بحث هجامته که خیلی مؤثر کس. هستش بله بسیار مؤثره اونم تو بحث نه تنها پیشگیری بلکه درمان کدوم میکنه. شخصی که دوچار فشار هست ما بهش تجویز میکنیم حداقل سه بار به فاصله سن نشه که توده به اسلامی مطرح شده از 20 سال به بالا از 20 سال به بالا هر سالی که سن شخص زیاد میشه فاصله بین هجامتش یک روز باید بیشتر بشه یعنی اگر من نیاز به سه هجامت دارم مثلا چهل سالم باشه فاصله هر هجامت هم چهل روز یکباره پنجاه سال سنم باشه پنجاه روز یک باره بیس سال باشه 20 روز یک باره یعنی الان هجامت اول 20 روز بعد هجامت دوم حالا اگه پونزه سالم باشه چقدر میشه؟ هر 15 روزی آه نه دیگه از خدمتتون گفتیم تا 20 سال فقط محاسبه میشه آه. یعنی اگه 15 سال باشه باز هر 20 روز یک بار حق اجامت داریم زیر 20 روز دیگه خطر داره برای بدن زیر حتی بچه 5 سال هم نمیتونیم بگیم 5 روز یک بار پس میتونیم اجامتش کنیم نه از 20 به بالاست بالا. پس سن شخص وقتی که شد 21 میشه 21 یک روز یک بار کمتر نباید بشه حالا به صلاح دیده طبیب یا حجام سفارش میکنه آقا شما چه روز یک بار کن آقا چند سالشه آقا مثلا 25 سالشه مهم نیست ایشون تشخیص داده به علت ضعف یا کمخونی یا هر مورد دیگه ایشون چه روز یک بار این سه تا این دو تا این ده تا رو انجام بده در مورد فشار حجامتی که انجام میشه فشار روی سره هجامت روی سرم الان توی طب سنتی خب جاهای مختلف اجامت میکنه از پشت سر به بالا گرفته تا به سمت جلوی سر میان معمولا روی بلندی سر اجامت میکنه ولی در طب اسلامی یکی وجب بالای نوک بینی بله طبق روایات یا طبق حالا گفته بزرگان ما در کتب روایی یک وجب بالاتر از نوک بینی وجب خود شخص تقریبا هم روی ملاج میشه بعد چه وقتی که به دنیا میاد یه قسمتی از سر بچه شله بلده. اگر بلازی بچه هنوز بسه بسته نشده, نشده. دقیقا همونجا باید هجام همون همونجا برای درمان فشار من موارد بسیار زیادی داشتم که با مصرف دارو کم کردن داروهای شیمیایی خودشون و این سه بار هجامت به فاصله همونطوری که از که بکنن باعث شده کلن داروهای فشار شیمیه بزن کنار داره فشار طب سنتی و اسلامی هم بزنن کنار فقط با پرهیزات بدون این شخص شخصی فشارش کاملا کنترل میشه و سال یه بار دو بار باز حجامت سر رو باید داشته باشه باشن. باشن. خیلی ممنون متشکرم از دکتر خدا به علم و نفس و کلامتون برکت بده و ممنون متشکرم از شما عزیزان که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه بربال ملائک باز هم بیننده برنامه خودتون بودید انشاالله که دلهای هممون چراغونی شده باشه به مناسبت این روزهای پر از سعادت و نور و میمنت ایام شادی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و ایام سال روز ولادت سراسر نور و سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این لحظات که با پروردگار خودتون به مناجات می ما را از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید یا علی مدد